انسان به عنوان خلیفه الهی روی زمین مأمور و موظف به آبادانی زمین است. خداوند در آیه 61 سوره هود می‌فرماید: هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. اوست که شما را روی زمین به وجود آورد و آبادسازیش را به شما سپرد. آبادانی زمین بدون تلاش و کوشش و کار امکان پذیر نیست. انسان‌ها با کار و کوشش است که زمین را به شکل کنونی آباد کردند و از امکانات و منابع آن بهره‌مند می‌شوند. حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر است که یکی از راه‌های آن اجاره و کارگری است. از نظر دینی، علت تفاوت روزی بندگان این است که انسانها از کار یکدیگر بهره‌مند شوند و اگر انسانها از همه نظر، یعنی قوت و ضعف، علم و جهل، زیرکی و بلاغت و دیگر مراتب مساوی بودند، هیچ انسانی حاضر به کار کردن برای دیگری نبود و روشن است که در چنین وضعی نظم اجتماعی عالم به هم می‌خورد و زندگی بشر مختل می‌شد. از همین روست که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید هیچ انسانی توانایی این را ندارد که بنا، نجار یا صنعتگر خیش باشد و تمام کارهایش را به تنهایی و بدون استخدام و به کارگیری دیگری انجام دهد. این که یک ضرورت طبیعی است، انسان طبیعتاً به حساب همی حضور ذهنش مجبور می سازد که تا کار کنه در اجتماع، تا یک شغل داشته باشد ذهنش امی خلاقیتش به بار به اگر انسان کسته به حساب یک خلاقیت خاصی خود داره. یک شخص در یک فن کار میکنه، شخص دیگه مثلا در یک فن دیگه خلاقیت ذهنیش بالاست، به این طبیعت مجبور به کار میشه خود ذهن انسان. باز در دفعه دیگهش کسته بعدیش به خاطر پول، به خاطر که امرار زندگی کنه، به او خاطر ضرورت زندگیشی، منافعشی مد نظر میگره، به او خاطر هم مجبور به کار میشه. دین مبین اسلام برای کار و کارگر ارزش بسیاری قائل است و قدر و منزلت کسانی را که برای تأمین زندگی و معاش خانواده خود تلاش می کنند مانند مجاهدان در راه خدا قرار داده است. در بحث رعایت حقوق کارگر، قرنها قبل از انقلاب صنعتی و بر رسمیت شناخته شدن حقوق کارگر، اسلام حقوق کارگر را مطرح کرده است. برای نمونه، در روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام بر تعیین مزد کارگر پیش از کار، رعایت انصاف و ظلم نکردن، اجازه دادن برای انجام واجبات دینی مانند نماز و پرداخت بدون تأخیر مزد کارگر اشاره شده است. احادیث زیادی از آن بزرگواران نقل شده که فرموده‌اند مزد اجیر را پیش از اینکه عرقش خشک شود بپردازید. کارګر حقوق دادی چې په وخت ول خپل کارو کی خپل پیسې ول په وخت ور کی، ځکه چې کارګر کار کوي د بچو د پاره کوي، اولاد د پاره کوي، نو بچ پیسې په وخت ور ورسین. ضرورترین و حقوق کارګر در قدم اول برخورد انسانی خیلی مهمه. با کارګر برخورد درست بشه، نه اینه با کارګر به عنوان برده نگاه کنه، کارګر به عنوان یک انسان عالی، چون دست کارگر است، عرق می‌ریزد، نه کارگر زحمت کشه، باید درست برخورد شود. در قدم دوم حقوق کارگر را در موقع پرداخت کنند. کارگران برای به دست آوردن حقوقشان از سالها و بلکه قرنهاست مبارزه می‌کنند و امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته و صنعتی وضعیت کارگری به مراتب بهتر شده است. اتحادیه‌های کارگری فعال است و برای بهتر و عادلانه شدن وضعیت کارگران تلاش می‌کنند. نظام ارباب رعیتی رخت بربسته و جایش را به نظام کارگر و کارفرما داده است. ساعت روزانه کار بسیار کمتر شده، تعطیلی هفتگی یک یا دو روز جزو حقوق مسلم کارگران شده است. با وجود این، متاسفانه وضعیت کار و کارگر در بسیاری از کشورهای جهان سوم، به ویژه افغانستان، از جهات مختلف بسیار بد است. بیکاری، نداشتن ساعت کاری مشخص، کم بودن دستمزدها، بهره‌کشی‌های ظالمانه، تضمین نبودن آینده شغلی و نداشتن بیمه و تقاعدی فقط بخشی از این وضعیت اسفبار است. ناامنی و بیکاری در کشور باعث مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان
به ویژه جوانان ما به خارج از کشور شده است و متاسفانه بخش عظیمی از نیروی کار افغانستان به صورت بسیار ارزان و در خدمت رشد و توسعه کشورهای همسایه قرار می گیرد. بیشتر نیروی کار افغانستان به صورت غیرقانونی در کشورهای همسایه مشغول به کار است و به همین علت آنان در محل کارشان از هیچ حقوق رسمی برخوردار نیستند. کارگران سازندگان بی ادعا و زحمتکشان واقعی جامعه هستند. چرخ اقتصاد روی دوش آنان می چرخد. آنان شایسته زندگی بهتر و آینده روشن‌تر هستند. امیدواریم در آینده نزدیک کارگران زحمتکش افغانستان در سایه امنیت و رونق کاری کشور مجبور به مهاجرت نشوند و توانشان خرج آبادانی وطن عزیز خودشان شود. روز جهانی کار و کارگر مبارک.